درود بر شما فرهیختگان، درود بر شما ایران پرستان، درود بر شما مردم دوستان، درود بر شما آزاد زنان و آزاد مردانی که تصمیم گرفته اید تا میهن گرامی رو از چنگال اشغالگران خوناشام رهایی بخشید. درود بر شما آموزگاران، درود بر شما دانش آموزان، درود بر شما خانواده های دانش آموزان و درود بر شما دانشجویان، استادان، کارگران، نیروهای ارتشی، نیروهای شهربانی و کسانی که دل در گرو آزادی ایران دارید. درود بر شما بینندگان گرامی که با یاری های خودتون به این برنامه نشون دادید که با وجودی که در خارج از کشور زندگی می کنید ولی دلتون با مردم درون کشور است. دلتون می خواد که ایران رهایی پیدا کنه. درود بر شما دوست عزیز و همشهری که از هامبورگ کمک کردید. درود بر شما که از نقاط مختلف اروپا و ایالات متحده آمریکا به این برنامه یاری دادید. درود بر شما همشهری اسلام شناس از کویت که با تلفن خودتون هم پشتیبانی کردید از من و هم تایید کردید که آنچه که در به عنوان مقدمه وضع آخوندها میخونن من خوندم کاملا درست بود و تایید کردید که من دشمن رو شناختم. گفتم به بینندگان گرامی شرط اول مبارزه شناخت دشمنه و من هم شهری عزیزم در کویت دشمن رو خود شما میدونید که سالها دربارش مطالعه کردم تا بشناسمش، نقاط ضعفش رو پیدا کنم که بسیار بسیار زیاده، نیرنگهاش رو پیدا کنم که بسیار بسیار زیاده و دستش رو کنم. در نهایت وقتی که دستش رو کردم مردم ایران به راحتی بنیانش رو از میون بر میدارن. درود بر شما دوستانی که از دانمارک لطف کردید، مهر به خرج دادید، کشوری که درش زندگی کردم. درود بر شما آقای مجید که محل کارتون در همسایگی من هست، سپاسگزارم از مهرتون. درود بر شما آقای دادخواه و دوستان دیگر، جناب آقای ذره پرور، سپاسگزارم از پشتیبانیتون و همه شما دوستان و بینندگانی که با یاری های خودتون این برنامه رو پشتیبانی کردید. شماره تلفنی برای شما میذارم. از اتاق فرمان خواهش میکنم که اون شماره تلفن رو بنویسند. شما پس از برنامه، پس از پایان برنامه، یکی دو ساعت پس از پایان برنامه با اون شماره میتونید تماس بگیرید و چنانچه مایل بودید به پشتیبانی از این برنامه میتونید با اونا صحبت کنید. شماره کردیت کارت های خودتون رو بدید اگر مایلید، مثل برخی از دوستان که لطف کردند، مهر ورزیدند و گفتند که همه ماهه کمک میکنند. شما هم میتونید هر ماه این کمک ها رو انجام بدید. اگر برای یک بار هم هست میتونید بفرمایید برای یک بار. البته با تلفن تلویزیون پارس هم میتونید تماس بگیرید در زمانی که برنامه اجرا میشه. سپاسگزاری میکنم از آقای امیر شهرتی، آقای پیمان اصلانی که در اتاق فرمان هستند، تلفن‌های شما رو پاسخ میدن. بدون کمک آقای شهرتی این برنامه به خانه‌های شما نمی‌رسید. واقعاً بخش فنی کار بسیار مهمی رو انجام میده، ولی خب چون اونها در برابر دوربین نیستن، معمولاً مردم کسی رو که ما برابر دوربین نشسته می‌بینند، اما گروهی رو که دارن کوشش میکنن و کوشش‌های اونها باعث رسیدن این صدا و تصویر میشه رو نمیبینند، ولی براشون ارزش و احترام قائل هستند. من ازشون سپاسگزارم. و اما بینندگان، امروز برنامه نیم ساعت زودتر شروع شد
قرار بود که آگهی پخش بشه در این رابطه. خب حالا به دلایلی اگر مشکلی پیش اومد نشد، ولی این رو بد نیست که به خاطر اینکه ممکنه که برخی از بینندگان منتظر باشن که ساعت 12 یا ساعت 9 شب اروپا یا ساعت 10:30 شب ایران این برنامه رو ببینن، چون کمی زودتر شروع شده. اجازه بفرمایید طنزی رو برای شما بگم و پس از اون اعلام کنم که برنامه دیگری من دارم که ساعت 4 بامداد به وقت لس آنجلس پخش میشه که برابر هست با ساعت 2:30 بعد از ظهر روز جمعه در ایران و ساعت 1 بعد از ظهر در اروپای مرکزی. این برنامه ها به خاطر اینه که روز شنبه اول مهر ماه مدارس باز میشه در ایران و چون روی سخن ما با آموزگاران این رهبران مبارزه هست، خب خواستیم که برنامه های بیشتری داشته باشیم. خوشبختانه شما یاران گرامی هم پشتیبانی کردید از برنامه، یاری دادید که ما بتونیم ساعات بیشتری رو خریداری کنیم و از این رو به آگاهی شما میرسونم که من چون سرباز هستم حالا